تشریح یک سقوط فیلمیه که امسال برنده جایزه نخل طلای کن شده. فیلم یه درام دادگاهیه و بیشتر لحظاتش تو فضای بسته دادگاه میگذره. پر از صدا و حرفه، پر از مونولوگای طولانی و در عین حال میخکوب کننده. داستان درباره یه زوج نویسنده است. ساندرا آلمانی و ساموئل فرانسویه. تو دهکده کوهستانی زادگاه مرد زندگی میکنن. یه پسر دارن که طی یه تصادف کم بینا شده. این پسر سگی داره که بهش تو کاراش کمک میکنه. یه روز که از صدای بلند و اعصاب خردکن موسیقی که مرد پخش میکنه میفهمیم روز متشنه چیه، پسر و سگش جسد پدر رو تو برفا پیدا میکنن. پرونده تشکیل میشه علیه ساندرا، مشکوکم به اینکه اون قاتل ساموئله. فیلم از طریق این دادگاه رابطه این زوج رو بررسی میکنه و نشون میده چطور ماجرا رو رابطه مادر و پسر اثر میذاره و دید جامعه به زن رو تغییر میده. درباره کارگردان جوستین تریه تو ویدیوی مربوط به جشنواره کن گفته بودم. این چهارمین فیلم بلند این کارگردانه و بهترین کاریه که تا الان ساخته. خیلی ها قصه رو ترکیبی از فیلمای هیچکاک و فیلم داستان ازدواج نوآ بامبک توصیف کردن. تریه فیلم نامه رو همراه با همسرش نوشته و قصه الهام گرفته از ماجرای آماندا ناکس، نویسنده آمریکایی که به اتهام قتل یکی از دوستاش تو ایتالیا 4 سال زندانی بود و در نهایت تبرئه شد. اونا برای نوشتن با افرادی که تو سیستم قضایی فعالیت میکنن مشورت میکنن. یکیشون وکیلی بود که اعتقاد داشت باید فاصله رو با موکل حفظ کرد. ساندرا یه جا به وکیلش میگه فکر میکنی من کشتمش؟ و اون جواب میده مسئله این نیست. وکیل مشاور تریه میگه این سوالو همه موکلا ازمون میپرسن و مردم اکثرا دروغ میگن به وکیلشون. کار وکیل جستجوی حقیقت نیست. باید استراتژی بسازه برای دفاع. آناتومی سقوط هم سعی داره تو کار وکیل همین رو نشون بده. یادتون نره برای ویدیوهای بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید. شخصیت زن نویسنده دوجنسگرا که مشکوکیم قاتل باشه یادآور شخصیت زن در فیلم غریزه اصلیه. هرچند ساندرا فنفتل یا زن جذاب و فریبکار نیست. اون یه مادره، بچهش رو دوست داره، نیازهای انسانی داره و رابطهش با همسرش به مشکل خورده. مثل خیلی از روابط دیگه. عنوان فیلم الهام گرفته شده از فیلم آمریکایی تشریح یک قتل محصول سال 1959. اول که عنوانو میشنویم به سقوط مرد فکر میکنیم. اما همینطور که قصه جلو میره متوجه میشیم سقوط در واقع سقوط این زوجه. هرچی میگذره این دادگاه بیشتر از اینکه درباره قتل باشه به تشریح رابطه این زوج میپردازه. زوجی که نقشهای اجتماعی رو جابجا کردن. مرد تو خونه مراقب بچه است و زن بیرون خونه کار میکنه. دو نفر در جستجوی راهی برای تعادل برقرار کردن تو سبک زندگیشون شکست میخورن. تو دادگاه مسائل زندگی شخصی دو نفر، خصوصی ترین صحبتها و رفتارها و احساسات، چیزهایی که آدمو تو عصبانیت میگن و بعد ازش پشیمون میشن و نمیشه بر اساس اونا عشق بین دو نفر رو انکار کرد، اینجا به عنوان مدرکی علیه زن ارائه میشه. روانکاو مرد میاد و چیزای منفی که مرد درباره زن گفته بود که فقط بخشی از حقیقت هستن، نه همه اون، علیهش استفاده میکنه. فایل صوتی دعوای اونا رو پیدا میکنن و پخش میکنن. صداها رو گوش میدن و از زن توضیح میخوان. این صحنه خیلی تکان دهنده است. شاید کابوسوار باشه که همچین لحظه هایی از زندگی برای همه پخش شه. خیلی خوب هم نوشته شده و واقع گرایان است. این دعوا آروم آروم از خلال یک گفتگوی معمولی شکل میگیره. یکم یادآور صحنه دعوا تو فیلم داستان ازدواج نوآ بامبک. جوستین تریه میگه وقتی اون صحنه رو دید رفتار شخصیت زن براش باورپذیر نبود. پس خواست اینجا جور دیگه ای دعوا رو نشون بده. خشونت بیشتری هست و کار به درگیری فیزیکی میکشه. دانیل کسی که بزرگترین قربانی این ازدواجه و جسد رو خودش پیدا کرده، همه این صحبت ها رو تو دادگاه میشنوه و کم کم از مادرش فاصله میگیره. نمیخواد اونو ببینه. فیلم آروم و با دقت قصه رو میسازه. منتظرمون میذاره و اجازه میده برای نتیجه نهایی دادگاه نگران شیم. ما هم در کنار دادستان و بقیه زن و رفتارش رو قضاوت میکنیم یا جاهایی بهش حق میدیم و رفتار مرد رو زیر سوال میبریم. دادستان پرونده چیزی جز محکوم کردن ساندرا براش اهمیت نداره. به نظر نمیاد دنبال حقیقت باشه. یه جایی کتابی که زن نوشته رو میاره، یه جمله ازش جدا میکنه و میخونه. سر و ته همه قضیه رو میزنه و میخواد با یه جمله فقط برنده شه. شاید اینجا نقدی هم به سیستم قضایی باشه.
به نظر میاد از یه جایی به بعد دادگاه دنبال محکوم کردن کل شخصیت این آدمه، نه قضاوت کاری که کرده یا نکرده. نکته جالبی که متوجه شدم این بود که فیلم پر از شخصیت‌های مرد از خود مطمئن. هم دادستان، هم روانکاو مرد که میگه هیچ کدوم از بیمارای من خودکشی موفق نداشتن. اما شخصیت‌های زنی داره که حاضرن دوباره فکر کنن، شک کنن به چیزی که بهش باور داشتن و به خاطر غرور همه چیز رو نابود نکنن. مثلا خانم قاضی اجازه میده مادر و پسر با وجود اتهام مادر با هم زندگی کنن، البته به شرط حضور یه نماینده از طرف دادگاه. نمیخوام بگم شخصیت‌های فیلم سیاه و سفیدن، اصلا اینطوری نیست. شخصیت مرد حامی هم داریم، ولی اون اطمینان شخصیت‌های مرد به حرفاشون بدون توجه به اینکه ممکنه زندگی کسی رو نابود کنه برام نکته جالبی بود. یکی از مسائل اصلی این فیلم زبانه. پسر میخواد باهاش فرانسوی حرف بزنن، ساندرو آلمانی و هیچ وقت نمیتونه زبان مادریشو به پسرش یاد بده. با انگلیسی حرف زدن راحت تره، فرانسه میشنوه و انگلیسی جواب میده. ساموئل توی دعوا معترضه که چرا ساندرو باهاش فرانسه حرف نمیزنه. با اینکه دو نفر از قبل توافق کرده بودن بین تفاوتاشون نقاط اشتراکی پیدا کنن، ساکن سرزمین مرد بشن و به زبان زن صحبت کنن، موفق نمیشن. در نیمه دوم فیلم نبرد نابرابر بین ساندرا و دادستان رو داریم. نبرد نابرابر چون اول از همه ساندرای آلمانی توی کشور فرانسوی زبان محکوم شده و حالا در مقابل فردی قرار گرفته که کارش نیازمند مهارت بالا تو سخنوریه. فیلم دید بی‌نظیری به زبان داره و نبرد زبانی رو نشون میده بین فردی که قدرتش رو از سخنوریش میگیره و فردی که علت شکنندگیش ضعف در زبانه. فیلم خیلی از موسیقی استفاده نمی کنه، اما صدا یکی از مسائل اصلی فیلمه. از یه طرف برای شخصیت پسر دانیل که کم بیناست و صدا بهش برای انجام کاراش کمک می کنه و از طرف دیگه مدارکی که تو دادگاه بر اساس صداهایی که شنیده شدن ارائه می شه. و حالا این صداها، این پچ‌پچ‌ها چقدر می تونن منبع قابل استنادی باشن برای فهمیدن تمام حقیقت؟ در آخر هم بگم سگ فیلم قطعاً یکی از بهترین بازیگرای اثره و یکی از دردناکترین و احساسی ترین لحظات قصه رو اون رقم میزنه. جوستین تریه موقعی که نخل طلای کن رو برنده شد، حرفی علیه دولت فرانسه زد در زمان تظاهرات و اعتراض مردم به افزایش سن بازنشستگی. در نهایت فرانسه برای جایزه اسکار این فیلم رو به عنوان نماینده خودش انتخاب نکرد و تریه فکر میکنه علت همون حرفیه که زده. اون سومین زنیه که برنده نخل طلای کن شده و قطعاً این فیلم لایق این جایزه است.